بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. محمد عباس، معاون دبیرکل اداره مزارها و اماکن شیعه در سازمان اوقاف شیعیان عراق، طی اظهاراتی از افتتاح رسمی مزار سید محسن فرزند امام هادی علیه السلام خبر داد. وی در ادامه گفت این مزار در شهر دیاله در عراق واقع شده و هر ساله هزاران تن از عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به زیارت این بارگاه ملکوتی سرازیر می شود. وی همچنین گفت با تلاش های صورت گرفته عملیات بازسازی این مقام عظیم و شأن به پایان رسیده و در این بازسازی از معماری زیبا و جدیدی به کار گرفته شده است. پنجمین دوره مسابقات حفظ، تلاوت و تجوید قرآن کریم بنیاد محمد السادس، محمد ششم، ویژه علمای آفریقایی از دیروز در شهر فاس مراکش آغاز شده است. شعبه های بنیاد محمد السادس در 48 کشور آفریقایی در این رقابت ها شرکت کردند و 118 نفر که 12 نفر آنان از بانوان هستند در این مسابقات به صورت آنلاین و از راه دور با یکدیگر رقابت خواهند کرد. روزنامه الکترونیکی دیترویت فری پرس اخیراً از افتتاح یکی از مهمترین جشنواره‌های سالانه در شهر دیترویت آمریکا خبر داد که تخصص آن نزدیک کردن جوامع اسلامی و غیر اسلامی از طریق علایق هنری است. شایان ذکر است این جشنواره که در بنیاد پژوهشی مید تاون برگزار شد، میزبان بیش از 200 اثر هنری از خاورمیانه و فراتر از آن بود. لازم به ذکر است این نمایشگاه شامل نقاشی های هنری از اعیاد سنتی اسلامی همراه با ظروف منحصر به فرد و کوزه های عتیقه، کتاب های آشپزی تاریخی و اجمالی از دستورالعمل های غذایی باستانی عربی را نشان می دهد. خوشنویسان بوسنی و هرزگوین آثار قرآنی خود را در نمایشگاهی در موستار به نمایش گذاشتند. در این نمایشگاه تعداد 24 اثر خوشنویسی 7 هنرمند بوسنیایی به نمایش گذاشته شد و مورد استقبال علاقمندان و دوستداران فرهنگ و هنر این کشور قرار گرفت. مسجد کبیر قیصریه، معروف به مسجد جمعه اول در منطقه قیصریه ترکیه، پس از مرمت دربهای تاریخی خود به روی عموم بازگشایی شد. این مسجد که بیش از 8 قرن خدمت دارد، دارای 3 درب با نقوش حکاکی شده است که به طور کامل توسط هنرمندان محلی طراحی و اجرا شده‌اند. بر اساس کتیبه تاریخی مسجد، این بنا در سال 602 هجری قمری توسط مظفرالدین محمود در دوره سلطان کیخسرو پسر قلیچ ارسلان مرمت شده بود. منابع محلی در استان ننگرهار در شرق افغانستان میگویند که دو نیروی طالبان در پی درگیری با مرزبانان پاکستانی در شهرستان گوشته این استان کشته شدند. منابع روز یکشنبه 8 مهر تایید کردند در نتیجه این درگیری 3 نیروی دیگر نیز زخمی شدند. این درگیری صبح روز گذشته در ننگرهار رخ داده است. گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، روز گذشته لایحه ایمنی هوش مصنوعی مورد بحث را وتو کرد. گفتنی است شرکت‌های فناوری توسعه دهنده هوش مصنوعی مولد قادر به پاسخگویی به سوالات با متن، تصاویر یا صوت با این قانون که SB 1047 نامیده شده مخالف بودند و معتقدند این فرایند ممکن است شرکت‌های هوش مصنوعی را از ایالت براند و مانعی برای نوآوری باشد. هوش مصنوعی به پزشکان این امکان را می‌دهد که با تحلیل داده‌ها و تصاویر پزشکی دقت تشخیص خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند و مشکلات گوش بیماران را تشخیص دهند. با توجه به اینکه بسیاری از بیماری‌های گوش علائم مشابهی دارند، دقت و سرعت تشخیص بسیار اهمیت دارد. هوش مصنوعی با تحلیل دقیق داده‌های بیمار به پزشکان کمک می‌کند
تا با سرعت و دقت بیشتری به تشخیص و درمان بپردازند. در گذشته تصور می‌شد که وضعیت بدنی غلط مانند قوز کردن یا بد ایستادن عامل اصلی کمردرد است. اما بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که برای تایید این ادعا شواهد کافی وجود ندارد و در واقع وضعیت خمیده، قوز کرده یا به اصطلاح بد ممکن است واکنشی به درد باشد نه علت آن. افرادی که درد دارند تمایل دارند از کمرشان بیش از حد محافظت کنند و حرکاتشان کندتر و خشکتر و با تنش عضلانیه بیشتر است. یک افسر ارشد پزشکی انگلیسی گفته که همه‌گیری آینده به بزرگی کووید اجتناب ناپذیر است. پروفسور سر کریس ویتی هشدار داده است که بیماری همه‌گیری دیگری به بزرگی بحران کووید که 7 میلیون نفر را در سراسر جهان کشت یک اتفاق قطعی است. وی در ادامه افزود فقدان ظرفیت مراقبت‌های ویژه در بریتانیا برای بیمارترین بیماران یک انتخاب سیاسی است.